لیلی پورزن، فعال حقوق بشر اینجا در استودیو با ما هستن. خیلی خوش آمدید خانم پورزن. ما شاهد این هستیم که اعتراضات شبانه مردم و شعاردهی هاشون همچنان در 5 ماهه که ادامه داره، هر شب تقریبا شاهدش بودیم، دیوار نویسی هم در کنار اون ادامه داره. شما دلیل این تداوم اعتراضات رو در چی میدونید؟ من تصور میکنم که از شروع این خیزش هویت و طبیعتش مشخص بود، فراگیر بود، یعنی تمام ایران رو در بر میگرفت، اقشار مختلف مردم رو از کارگر، کارمند، دانشجو، دانش آموز، خانه‌دار رو در بر میگرفت و همچنین حول یک شعار واحد زن زندگی آزادی جمع شده بودن و هدفمند بود و هدفش چیزی جز براندازی نظام و نو جمهوری اسلامی نبود. و من فکر میکنم که این خصوصیت‌های ویژه‌ای که داشت اون رو از جنبش‌های دیگه در واقع متفاوت می‌کرد و این خصوصیت همچنان داره باهاش رشد می‌کنه و خودش رو در شکل‌های مختلف، اگر در واقع اعتراضات خیابانی به صورت میلیونی امروز نمی‌بینیم، ولی داره خودش رو باز تعریف می‌کنه و به شکل‌های مختلف و به صورت‌های بسیار آفریننده، مثل شعارنویسی‌ها، مثل شعارهای شبانه و شبکه‌سازی‌های اجتماعی درون جامعه داره خودش رو باز تعریف می‌کنه و زنده خواهد بود. خانم پورزن، در کنار خیزش انقلابی ما شاهد هستیم که اعتراضات صنفی و مدنی هم بسیار افزایش داشته. این آیا میشه گفت که نشان دهنده وضعیت سخت معیشتی مردم هست؟ مسلماً اقتصاددان‌ها حتماً خیلی بهتر در این مورد میتونن نظر بدن، ولی اگر از جنبه در هم تنیدگی وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران ما بخوایم نگاه کنیم به موضوع، خب دور نیست آبان، دی، که اینها در واقع خیزش های آبان و دی به چه هدفی بودن؟ در واقع به هدف معیشت بودن. باز برگردیم اگر به شعار زن زندگی آزادی، اون زندگی رو اگر نگاه کنیم، حق طبیعی انسان برای داشتن دسترسی داشتن به معیشت معمول، حقوق کارگران و بعضی وقت بعضی از کارمندان و بازنشستگان زیر خط فقر هستش در واقع، یعنی اون حتی نرم جامعه رو هم فراهم نمی کنه براشون. مسلماً بخش عمده از این اعتراضات مربوط به وضعیت اقتصادی و فشار اقتصادی بوده و الان هم با وضعیت دلار و درماندگی جمهوری اسلامی در واقع این اعتصاب‌ها شکل منسجم‌تری گرفته که پیش‌بینی هم میتونست بشه و من فکر میکنم که اینها همه در همتنیدگی فلج بودن این حکومت هست که ناکارآمد هست و نمیتونه پاسخگوی نیازهای این جامعه باشه از هر نظر، به خصوص وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.